تریلوژی یا سگانه مجموعی است از سه اثر هنری، معمولاً در قالب فیلم و یا کتاب که عموماً به نوعی با هم مرتبطند. گاهی نیز به جای سه اثر با چهار اثر مواجه هستیم که به آن تترالوژی یا چهارگانه گفته می شود. اما آنچه بیش از هر چیز دیگری دنبال سازی را در تاریخ سینما باعث شده است، اقتصاد سینما می باشد. فیلمی که مورد استقبال مخاطبین قرار گرفته، تهیه کنندگان و کمپانی های فیلم سازی را ترغیب می کند که به دنبال ساخت دنباله یا دنباله هایی بر آن باشند، چرا که سرمایه گذاری بر روی چنین پروژه هایی کم ریسک و توجیه پذیر است. معمولاً ایده ساختن دنباله‌ای بر فیلم اولیه بعد از موفقیت فیلم نخستین به وجود آمده است. اما همه اینها به این معنی نیست که چندگانه‌های سینمایی فاقد ارزش هنری هستند. به عنوان نمونه، هر سه فیلم تریلوژی انسانیت به کارگردانی روی اندرسون سوئدی در جشنواره‌های معتبر جهانی درخشیدند، هرچند که مخاطب عام را چندان راضی نمی‌کنند. گاهی فیلمساز قادر نیست مفاهیم مورد نظرش را در قالب یک فیلم بسری کند، لذا به سرهای چندگانه را بر آن برگزیده است. نمونه آن تریلوژی معروف آنتونیونی، ماجرا، شب و کسوف است. در هنگام تماشای چندگانه های سینمایی، مخاطب به دنبال یافتن عناصر و مؤلفه های تکرار شونده‌ای در نگاه فیلمساز می گردد. و این دقیقاً همان چیزی است که به درک مخاطب از فضای ذهنی و مضامین مورد نظر فیلمساز کمک شایان توجهی می کند که به نوبه خود شهرت فیلمساز را نیز باعث می شود. 10 مورد از سگانه های معتبر تاریخ سینما که مقبولیت عام و خاص یافتند را معرفی می کنیم. تریلوژی علمی تخیلی ماتریکس توسط واچوفسکی ها نوشته و کارگردانی شده است. مجموعه ماتریکس نمونه ای از فیلم های سایبرپانک از زیر ژانرهای علمی تخیلی می باشد. این مجموعه که به دارا بودن محتوای پیچیده و فلسفی شهرت دارد، مضامین متنوعی را مورد توجه قرار می دهد. تفکرات فلسفی، مذهبی، دوراهی ها، وابستگی های متقابل، عشق و اینها فقط بخشی از این مضامین هستند. در این میان از نوآوری های تکنیکی مجموعه ماتریکس نیز نمیتوان غافل شد. پس اگر به فیلم های علمی تخیلی علاقمند هستید، تریلوژی ماتریکس را به خاطر داشته باشید. تریلوژی پیش از طلوع، پیش از غروب و پیش از نیمه شب به کارگردانی ریچارد لینکلیتر، کارگردان آمریکایی می باشد. سگانه رمانتیک لینکلیتر در بازی زمانی 18 ساله تولید شده است. موضوع محوری در این سگانه دیالوگ محور رابطه عاطفی جسی با بازی ایتان هاک و سلین با بازی جولی دلپی می باشد. فیلمساز در مجموع سه فیلم رابطه این دو را از تلألو اولین احساسات عاشقانهشان تا سقوط در ورطه بیهودگی و روزمرگی به تصویر می کشد. لینکلیتر ثابت کرده است استاد ساخت فیلم در طول سالیان دراز است. در این سگانه زمان ساخته شدن فیلم بر زمان واقعی منطبق است و تغییراتی که در ظاهر شخصیت ها دیده می شود تا حد زیادی واقعی است. تریلوژی سرنگ تجسم آرزوی کریستوف کیشلوفسکی، کارگردان لهستانی است. این سگانه فیلم های آبی، سفید و قرمز را شامل می شود که هر کدام آرمان‌های انقلاب کبیر فرانسه، یعنی آزادی، برابری و برادری را مورد اشاره قرار می‌دهند، در حالی که سرنگ پرچم فرانسه را شامل می‌شود. موسیقی متن هر سه فیلم ساخته پرایزنر، آهنگساز معروف لهستانی است. فیلم آبی با بازی جولیت مینوش زندگی زنی را روایت می‌کند که در یک حادثه رانندگی شوهر و دخترش را از دست داده است. او تصمیم به خودکشی می گیرد ولی جرأت این کار را پیدا نمی کند. تلاش می کند از خاطرات و دلبستگی های گذشته خود جدا شود. فیلم سفید به عنوان دومین اثر از سگانه سرنگ کیشلوفسکی قرار است بر رنگ سفید در پرچم فرانسه دلالت داشته باشد که بیانگر برابری است، ولی در عمل داستانی است درباره رابطه روبه زوال یک زن و شوهر و بیشتر از آن داستانی است درباره نابرابری ها.
فیلم قرمز سومین فیلم از تریلوژی سرنگ و آخرین فیلم کیشولوفسکی است. قرمز نماد شعار برادری در انقلاب کبیر فرانسه و معادل رنگ قرمز پرچم فرانسه است. در توضیح فیلم همین کافی است که وقتی کوئین تارانتینو برای دریافت نخل طلای کن برای قصه های عامه پسند بالای صحنه رفت گفت این جایزه متعلق به کیشولوفسکی است، اما به احترام رأی داوران جایزه را دریافت می کنم. شاید گزاف نباشد اگر تریلوژی پدرخوانده را یکی از پرمخاطب ترین سگانه های تاریخ سینما بدانیم. پدرخوانده از میان 250 فیلم برتر تاریخ سینما در سایت بین المللی اطلاعات فیلم ها موسوم به IMDb همواره در جایگاه رتبه های اول بوده است. این سگانه محبوب را فرانسیس فورد کاپولا از کتابی به همین نام و به قلم ماریو پوزو اقتباس کرده است. فیلم نامه حاصل کار مشترک کاپولا و ماریو پوزو می باشد. داستان این سه فیلم زندگی سه نسل از خانواده مافیایی کورلئونه را روایت می کند. دیالوگ های فیلم در زمره دیالوگ های ماندگار تاریخ سینماست. بالاخص اولین قسمت این مجموعه در میان مخاطبان و هم در میان منتقدان از محبوبیت بیشتری برخوردار است. مارلون براندو، آل پاچینو، رابرت دنیرو، رابرت دوال، جیمز کان، دایان کیتون، سوفیا کاپولا از جمله سوپر استارهایی هستند که در این سگانه موفق به ایفای نقش پرداختند. در دهه 60 میلادی موفق ترین ژانر ایتالیایی در سطح بین المللی وسترن اسپاگتی بود، نامی که بر وسترن‌های ساخت ایتالیایی نهاده شده بود و مهمترین سازنده این گونه وسترن‌ها سرجیو لئونه نام داشت. سگانه او با نام‌های یک مشت دلار محصول 1964، به خاطر چند دلار بیشتر محصول 1965 و خوب بد زشت محصول 1966 به نمونه‌های وسترن اسپاگتی بدل شدند. این فیلم ها که با نیم نگاهی به فیلم های سامورایی کوروساوا ساخته شده خشونت را بی پرده به نمایش می گذارد. نماهای باز از چشمنداز های طبیعی در کنار نماهای بسته از چشم ها و دست ها از ویژگی های بصری این سگانه است. انیو موریکونه موسیقی متن هر سه فیلم را بر عهده گرفت. سرجیو لئونه او را در حکم فیلم نام نویس می دانست که باعث می شد از نوشتن دیالوگ های اضافی پرهیز کرد. موفقیت سگانی دلار یا سگانی مرد بدون نام موجی از وسترن های ایتالیایی را در پی آورد و سرجیو لئونه کارگردان، انیو موریکونه آهنگساز و کلینت استیوود بازیگر را به شهرتی جهانی رساند. سگانی کوکر یا سگانی زلزله به سه فیلم خانه دوست کجاست؟ محصول 1366، زندگی و دیگر هیچ 1370، زیر درختان زیتون محصول 1373، ساخته عباس کیارستمی اطلاق می شود. لوکیشن محل ساخت این سه فیلم در شمال ایران، استان گیلان و در روستای کوکر و اطرافان می باشد. فیلم خانه دوست کجاست؟ ارتباط مستقیمی با زلزله ندارد، ولی دو فیلم بعدی در ادامه این داستان است که به موضوع زلزله می پردازد. در این فیلم پسر بچه‌ای دفتر دوستش را به اشتباه به خانه برده است و مجبور می شود مشق دوستش را هم بنویسد. فیلم دوم، زندگی و دیگر هیچ، این فیلم داستان پدر و پسری را روایت می کند که سه روز بعد از زلزله مرگبار رودبار به آنجا می روند تا بازیگران فیلم قبلی را پیدا کنند، اما در مسیر با راهبندان مواجه می شوند. این دو در نهایت به مقصد نمی رسند، ولی از سلامتی آنها مطلع می شوند. فیلم زیر درختان زیتون درباره علاقه پسری به دختری در روسا می باشد. دختر تمایلی به این ازدواج ندارد. در پی زلزله پدر و مادر دختر از دنیا می روند، اما دختر کماکان تن به ازدواج نمی دهد. کارگردانی که از داستان آنها مطلع شده می خواهد آنها را جلوی دوربین ببرد. تریلوژی بهشت را اولریش زایدل، فیلمساز اتریشی، کارگردانی کرده است و سه فیلم به نام های عشق، ایمان و امید را شامل می شود.
این سه عنوان از مضامین پرچالش در طول تاریخ سینما و چه بسا تاریخ بشریت بودند. اولریش زایدل در تریلوژی بهشت روایت شخصی خود را از این مقولات مناقشه برانگیز ارائه می کند. تمرکز روایی هر یک از این سه فیلم بر روی یک زن است. در فیلم عشق با زنی مواجه هستیم که جهت تجربه متفاوت عشقی راهی سفر کنیا می شود. فیلم ایمان داستان زنی را روایت می کند که یک مبلغ مذهبی است. او در راه ترویج آیین کاتولیک به شدت به خودش و دیگران سخت گیر است. فیلم امید نیز روایتگر داستان زن جوانی است که برای رسیدن به تناسب اندام و لاغری به یک باشگاه شبانه روزی می رود. سبک بصری و روایی اولریش زایدل محتملاً زاغه مخاطب عام سینما را راضی نمی کند. در این حال برای مخاطب خاص تجربه دلپذیر است. هنگامی که در دهه 60 میلادی فیلم ماجرا به کارگردانی میکلانجلو آنتونیونی در جشنواره کن به نمایش درآمد، عده‌ای اعتراض کنان سالن سینما را ترک کردند. دیری نپایید که ارزش‌های این فیلم به لحاظ فرم و محتوا مورد توجه منتقدین قرار گرفت. بعد از فیلم ماجرا، آنتونیونی فیلم شب را به عنوان دومین قسمت از سگانی خود جلوی دوربین برد و در آن پوچی و بی‌بندوباری حاکم بر طبقه روشنفکر ایتالیا را به تصویر کشید. در فیلم کسوف که سومین اثر از تریلوژی آنتونیونی است، او در فضای آکنده از شک و تردید و دودلی روابط بلا تکلیف آدم‌ها را به تصویر می‌کشد. مونیکا ویتی بازیگر، محوریت معماری، سرگشتگی انسان معاصر، عوارض سنتی شدن، بخشی از مؤلفه‌های تکرار شونده تریلوژی آنتونیونی است. برخی فیلم صحرای سرخ را ادامه‌ای بر این سگانه دانستند. دوربین ثابت و بدون تحرک، نماهای لانگ شات با تأکید بر پرسپکتیو صحنه، ترکیب بندی دقیق، بازی‌های تصنعی و اغراق آمیز، نوآوری‌های بصری، طنز تلخ، ساختار اپیزودیک و فاصله گذاری برشتی بخشی از ویژگی هایی است که روی اندرسون کارگردان سوئدی در تریلوژی خود به نام انسانیت به کار گرفته است. سگانه‌ای که در حین تداعی تابلوهای زنده و زیبا به جای همدلی همفکری مخاطب را طلب می کند. سگانه انسانیت با فیلم آوازهایی از سبقی دوم شروع شده و با فیلم شما زنده ها ادامه می‌یابد. پرنده‌ای برای تأمل در باب هستی روی شاخه نشست سومین قسمت این تریلوژی را تشکیل می‌دهد. ساختار اپیزودیک این امکان را برای فیلمساز فراهم کرده است که در این تریلوژی طیف وسیعی از موضوعات را به چالش بکشد. فیلم‌های این تریلوژی اگرچه کم دیالوگ ولی پرحرفند و مطالب بسیاری برای گفتن و عرضه کردن دارند. داستان اسباب بازی اولین انیمیشن تمام کامپیوتری و اولین انیمیشن بلند سینمایی کمپانی پیکسار است و از این نظر دورانساز است. به تدریج دنباله‌های دیگری بر این انیمیشن ساخته شد. ایده محوری چندگانی داستان اسباب بازی‌ها بر این اساس شکل می‌گیرد که اسباب بازی ها در غیاب صاحبانشان با یکدیگر و با دنیای اطراف در ارتباط و تعامل هستند. با این محدودیت که آدم های واقعی تحت هیچ شرایطی از ارتباط اسباب بازی ها با دنیای واقعی مطلع نمی شوند. این ایده محوری همزمان دو امکان را برای تولید کنندگان اثر فراهم می کند. اول اینکه همواره عنصر تعلیق و دلهره در این داستان‌ها حی و حاضر است و هر لحظه ممکن است راز اسباب بازی‌ها فاش شود، و دوم اینکه با توجه به فانتزی بودن کاراکترهای اصلی، فضای مناسب برای جولان قوه تخیل و خلاقیت وجود دارد و همواره میتوان از دل این دنیای فانتزی قصه جدیدی را بیرون کشید. بعید نیست شاهد دنباله‌ها و اسپیناف های دیگر از این چندگانی انیمیشنی خوشرنگ و لعاب باشیم.
اگر از این ویدیو لذت بردید، کانال ما را در یوتیوب سابسکرایب کنید و با کلیک کردن روی آیکون زنگوله از جدیدترین ویدیوهای ما آگاه شوید. سپاس از همراهیتان.